هفته گذشته اگر یادتون باشه ما رسیدیم به این قسمت که خانم سودابه به کیکاووس گفت که اشکال نداره من سیاوش رو پیشنهاد میکنم که براش زنی اختیار بکنیم و در حرمسرا در شبستان شاه گفت که از بین خودمون نه از بین نامداران و برزن نه از بین خودمون دختری برای او انتخاب کنیم من خودم دختر دارم و دخترای کیپشین و کیارش هم در حرم سرا هستن و میتونیم یکیشون رو به عنوان زن کیارش کیارش میگم ببخشن سیاوش نامزد بکنیم و خوبی که او بیاد در حرم سرا و ببینه این دخترها و شام هم خیلی از این مسئله خوشحال شد ما رسیده بودیم اینجا که حالا داستان به اصطلاح مواجهه سیاوش با دختران شبستان مطرح بود و اینجا داستان به اصطلاح ازدواج با مهارم و اینکه با خواهر و دختر و پسر و مثلا دختر برادر و اینها مطرح میشه و یه بحثی مطرح میشه که به اصلا در اوستایی و در بین زرتشتیان به خویدوده مشهور هست یعنی به اصلا با دوده خیش با خیش خیشتن خیش ازدواج کردن با خیش خیش ازدواج کردن و به اصطلاح این انتصاب بعد از اسلام هم خیلی به زرتشتیان داده شده و گاهی اوقات از به اصطلاح منظر تحقیر و اینها هم, هم داده شده مثلا تا حتی توی مثلا عبید توی مجمع و رسائل فارسی عبید زاکانی جوک هست در این مارد که مثلا گفته شده اونجا که یه دفعه یه مسیحی به یه زرتشتی میگه که شما تا, تا کی تا، کی با مادران خودتون ازدواج میکردین و اون زرتشتی میگه از وقتی که پسرانشون تا وقتی که پسرانشون ادعای خدایی کردن منظورش مسیح بود و بعد میگه یعنی از اون به بعد دیگه قطع کردیم و این متلک رو به اسلام متلک بک میکنه در واقع اون زرتشتیه مثلا معلوم میشه توی قرن هشتم ما در واقع میبینیم جوک هست توی زمینه و آدما دارن مثلا زرتشتی رو تحقیر میکنن بابت این قصه و خب بعدش هم بحث مثلا ازدواج با محارم رو مطرح میکنن انگار که دایره محرمیت رو یک دایره مشخص ثابت و معلوم فرض میکنن و بعد فکر میکنن خب داخل این دیگه ازدواج محدوده ممنوع خارج این ازدواج آزاده در صورتی که این دایره اصلا یه دایره روشنی نیست کی محرمه چه اندازه محرمه مثلا الان اگر در جامعه کانادا ما ازدواج پسر امو و دختر امو و پسر و دختر که بین ماها خیلی هم رسمه و خیلی از ماها که الان اینجا نشستیم این نسبت ها رو داریم با همسرانمون خب ازدواج با مهارم با این معیار داره تلقی میشه دیگه یا مثلا بدتر از اون شما میدونه مستحبه در بین مسلمان ها و خیلی ها این رو اجرا میکنن که اگر یک برادری زنش بمیره مستحب اون یک برادر بر زن برادرش بگیره و با زن برادرش ازدواج بکنه که شویش مرده در من. خب این مثلا حتی ما خجالت میکشیم از اینکه اینجا تو جامعه غرب مثلا این رو عنوان کنیم ترجیح میدیم عنوان نکنیم با با این که اینا مثلا با این نگاه که حالا این توضیح دادنش سخته خب کجاست این دایره محرمیت به کجا ختم میشه و چقدر کی محرمه کی محرم نیست بنابراین خود اون لغت به اصطلاح ازدواج با مهارم به نظر من لغت نادقیقیه و من اصلا معمولا ازش استفاده نمی کنم ولی لغت خویدوده که وجود داشته در بین زرتشتیان لغت دقیقیه لغت درستیه میگه ازدواج با خیشان و معلوم نمیکنه که این خیشان کیا هستن و این هایی که در واقع سعی کردند که از زرتشتیان در مقابل موج انتقادات جدید دفاع بکنند از جمله در مثلا قرن 19 هم آقای بسا دستور, دستور دستور هندی دستور زرتشتی هندی به نام داراب دستور پشوتن سنجانا که در چیز هم یه سخرانی داره ظاهرا در انجمن پادشاهی یا آسیایی در این رابطه ایشون نشون داده که ازدواج با خواهر یا ازدواج با مادر یا ازدواج با دختر اینها یک ازدواج های به فوق العاده نادری بودن در تاریخ و اتفاقا پنهان شدن یعنی به نحوی اونهایی که گزارش کردن این ازدواج ها رو نوعا جوری گزارش کردن که به حساب توی اون گزارش اینجوری به نظر میرسی که اون ازدواج پنهان میشده از جامعه یعنی جامعه اون روی ازدواج خوب و پذیرفتنی نمیدیده مثلا هرودوت قدیمی ترین گزارشی که در این مورد هست هرودوت گزارش میکنه در مورد کمبوجیه و میگه که کمبوجیه میخواسته با خواهر خودش ازدواج بکنه با دو تا از خواهراش هم میخواسته ازدواج بکنه و میاد از به موبدان میپرسه که آیا من میتونم ازدواج کنم با خواهرم موبدان میگن که به خاطر که میترس میدونستن که عاشق خواهرش است و اگر جواب منفی بدن اون وقت دردسر سر میشه میگن ما در این مورد دستوری نداریم ولی یه دستوری داریم و اون اینی که شوهر کار دارش خواست میتونه بکنه و شو از این خیلی خوشش میاد از این تحلیل و میره اون ازدواج صورت میده بعد این آقای به داراب دستور پش، پشوتن سنجانا که حالا داره تحلیل میکنه میگه که اگر این یک چیز پسندیده ای بود توصیه شده ای بود که اصلا دلیلی نداشت که حالا کمبوجی اولا بیاد بپرسه بعد از ای اینا بخوان با این روش ها مجوز صادر بکنن و میگه مثلا موارد اینجوریست و کاملا از این موضع در میاد که بله این وجود نداشته و به اصطلاح در ادامه این نگاه دفاع از به اصطلاح اون اخلاقیات زرتشتی که حالا کوشیده شده تو دنیای مدرن انجام بشه این فرضیه مطرح میشه که در اواخر عهد ساسانی و اوایل عهد اسلامی این مسئله پروبال میگه یعنی در بین زرتشتیان در دوری هخامنشی در دوری اشکانی در دوری ساسانی انگار در عمده تاریخ ساسانی انگار این مسئله جلوهی نداشته ازدواج با مهارم حالا یا خوی توته حالا به هر شکلی به اون مفهوم جلوهی نداره تاریخی نداره سابقه آنچنانی نداره مواردی که وجود داره تکوتوکه که تو همه جوامع وجود داره ولی اواخر ساسانی و اوایم و مخصوصا دوره اسلامی این پروبال میگیره. و علت رو بعضی اینجوری تحلیل میکنن میگن که با ضعیف شدن ساسانیان بسیلا زرتشتیان احساس خطر میکردن مخصوصا بعد از حمله عرب که دیگه کاملا جامعه زرتشتی در حال ازمهلال بوده و به خانواده های زردشتی تجاوز شده بوده به اصطلاح مردم متواری شده بودن ز... مردان زنانی در اختیار نداشتن زنان مردانی در اختیار نداشتن و داشته شبکه های در واقع جامعه زرتشتی از هم گسسته می شده و بنابراین این, این که بیایم ازدواج با خیش بکنیم تبدیل میشه به یک رسالت که انگار ما نباد بذاریم که این این کامیونیتی از هم بپاشه و بعدا که اینها میرن و دیگه متوطن میشن در هند و جاهای دیگه همین که آرامشی پیدا میکنن و کشتیشون به ساحل مینشینه دوباره این قضیه تمام میشه و به خاطر همین میگن که تو متونی که تو این دوره هست این مسئله رو زیاد میبینیم مثلا از جمله تو ارداویراف نامه که ارداویراف با هفت از خواهرای خودش ازدواج میکنه و تو گزارشی که ارداویراف از چیز میده از بهشت و دوزخ و برزخ میده میگه که من در دوزخ کسانی دیدم که اینها با خواهر برادران با هم ازدواج کرده بودن و جدا شده بودن از هم و اینها جاشون در قعر دوزخ بود یعنی انگار گناه ترین کار رو کرده بودن که خواهر و برادر از هم طلاق گرفته بودن و یا میگه که در بهشت کسانی رو دیدم که خویدوده دوده انجام داده بودن خواهر برادر با هم ازدواج کرده بودن و اینها در بهشت بودن تصویر کاملا مقدسی از این قضیه ارائه میده انگار یه نیاز اجتماعیه برای که این رو تبلیغ بکنه این این امر رو حالا اگر برگردیم به تاریخ توی مقاله‌ای که آقای شهریاری لطف کردن تو همین چیز گذاشتن تو قلم رو ادب گذاشتن و من توصیه میکنم دوستان این مقاله رو بخونن که یک چیزی هست یک به پژوهشی هست که سه نفر حالا اسامیشون هم میخونم خانم مریم خادم از و آقای محمد نوید بازرگان و آقای محمود تاووسی این مقاله رو تنظیم کردن دوده در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی توی این مقاله اول که خب نشون میده که این در بین سامی ها من بوده مثلا در بین یهودیان و در همین کتاب مقدس به اصطلاح یهودیان که حالا کتاب مقدس مسیحیان هم هست ازدواج با عمه داریم ازدواج با دختر داریم ازدواج پدر و دختر داریم پیامبران الهی ها مثلا ازدواج دارن و ازدواج خواهر و برادر داریم حتی در مورد ابراهیم دیدم نوشته بود که با ساره که خواهر ناتنیش بوده ازدواج میکنه و بعد در مورد تاریخ به ساسانیان و تار... از کمبوجیه میگه و بعد شواهد به اصطلاح هندی یونانی و بعد در مورد ساسانیان چندین مثال میزنه که پادشاهان ازدواج کردن مثلا خوبات پدر انوشیروان با خواهر خود و چندی بعد با خواهرزاده خود ازدواج کرد این زرین کوب گفته و همینجور خب کمبوجیه رو که گفتم که اولین کسی هست که ما در این چیز میشنمیم که با آتوسا خواهر خودش ازدواج میکنه و, و موارد دیگه در جنبش مزدک هم که اصلا صحبتش شدیدن مطرح میشه که به اصطلاح این ازدواج در واقع مجاز میشه خب در خارج از حالا این مقاله ما در ادبیات مصر باستان اصلا یه سری متون عاشقانه داریم که این متون عاشقانه بسیار هم تاثیرگذار و رمانتیکن و آقای ویلدورانت تو تاریخ تمدنش میگه که وقتی که من این متون عاشقانه رو میخوندم احساس میکردم اینها از رومانتیک ترین به اسلام متون تاریخ کهن میتونن ارزیابی بشن و بعد میگه چیزی که من اذیت میکرد یک دفعه این بود که به جای به اسطلاح لاور و حالا هر لغتی که به عنوان عاشق میومد به لغت برادر میومد و به جای معشوق لغت خواهر می آمد. یعنی ازدواج خواهر و برادر اینقدر مهم بوده که تو متون رمانتیکی که از مصر باستان مونده اینها کاملا به صورت شعر و سرودهایی به جا مونده من وقتی که بیایم توی ادبیات ما همینجور که آقای ریاضی هفته پیش هم اشاره کردن توی ویسورامین که کاملا آشکار این قضیه هست و تو شاهنامه من ما دو سه مورد داریم یه مورد وقتی هست که بهمن با دخترش یعنی همای چهرازاد ازدواج میکنه سراحت داره شاهنامه به این ازدواج و خود همین به اصطلاح ازدواج پسری از این ازدواج به وجود میاد به نام داراب و این داراب پس پدر در واقع دو تا پسره، یکیش اسکندر یکی که دارا حالا با مزه است که تو شاهنامه اسکندری که حمله میکنه به ایران و دارار میکشه برادرش رو در واقع میکشه ولی خودش خبر نداره که دارا برادرشه و در آخرین لحظات متوجه این خیشاوندی میشه و پدر مشترک میشه و ناراحت میشه از اینکه داره برادرش رو میکشه و میخواد جلوی این مرگ رو بگیره منتها دیگه کار از کار گذشته و دارا با او توصیه میکنه که با روشنک ازدواج بکنه که دختر در واقع دارا هست و اسکندر با روشنک ازدواج میکنه یعنی ازدواج با برادرزاده در حالی که میدونسته در اون لحظه که این برادرش هست یعنی باز اینم قبع اخلاقی به نظر اینها به هیچ وجه نداشته و همچنین همین مثالی که الان داریم میبینیم اینجا که سیاوش رو در واقع سودابه میگه که من دختری دخترانی دارم که هر کدومشون که سیاوش انتخاب بکنه میتونه با اونها ازدواج بکنه و اتفاقا شاه خوشحال میشه از این موضوع که سیاوش با خواهر خودش ازدواج کنه همجور باز در اسفندیار میبینیم که با یکی از خواهران خودش ازدواج میکنه اینها من مواردی است که در شاهنامه میبینیم و به اصطلاح بنابراین کاملا به نظر میرسه که 400 سال بعد از سلطه عرب در ایران وقتی که داریم راجع به فردوسی حرف میزیم سی خوردی سال بعد از او کاملا این نگاه وجود داره که زرتشتیان یا به اصلاح استوره های ما اون خویدوده در بینشون وجود داره و خب میدونیم هم که نظر فردوسی در مورد اینها نظر منفی نیست یعنی فردوسی تقبیه نمیکنه یا این بخش ها رو حصف نمی کنه حال به عنوان یه شاعر میتونست خودسانسوری بکنه و این بخش ها رو حذف بکنه اگر به نظرش آنچنان به اصطلاح ناپسند میومد. و اینها رو ارائه میکنه بنابراین مهران یه مورد دیگه هم هست اه. البته چند مورده مثلا توی فیلم گلادیاتور که یه فیلم جدیدی هم هستش یه در 15 سال پیش ساخته شده ما میبینیم که پسر امپراتور با دختر امپراتور یعنی خواهر و برادران رابطه دارن قشنگ توی این فیلم دیده میشه نشون داده میشه <تصفيق> بعد <تصفيق> مورد دیگرش اینه که غیر از ازدواج با مهارم در قدیم متداول بوده که زنان شوهردار میتونستن حتی ازدواج هم باز مجددا بکنن و همینطور برعکس مردی که زن داشته که خب اون فراوان بوده ولی زنی که ازدواج کرده بوده باز میتونسته با یه, شوهر دیگه بگیره و هستش این توی همون مصنوی ویس رامین هم شده مه. بله بله این نکات رو وقتی که میبینیم پس در واقع یه مقداری اینجا این شبهی که درباره معنی کردن این ایجاد کردن که که سودابه میگه که مرا دخترانیست نیست و بعد بعضی ها این دختر رو دوشیزه معنی کردن و سعی کردن که بگن که خب سیاوش که نمیتونسته با برادر خواهر خودش ازدواج کنه پس منظور سودابه از دختر اینجا بوده دوشیزه و منظور این بوده که در حرم من دوشیزگانی وجود دارن نه این درست نیست و کاملا طبیعیه که دختر خودش رو میگه و اتفاقا شام بابت این مسئله خیلی خوشحال میشه به خاطر که نشون میداده که شاهی و بزرگی در خاندان او باقی میمونه این مطلبی بود که خواستم در رابطه عرض بکنم که هفته پیش رسیدیم به اینجا که بدو گفت که این خود به کام من است بزرگی به فرجام و نام من است یعنی این که سودابه گفته بود مرا دخترانند مانند تو ای پادشاه ای کاووس ز تخم تو و پاک پیوند تو گر از تخم کی آرش و کیپشین پشین بخواهد ز شادی کنند آفرین گفت یا دختر خودم یا از تخم کی آرش و کیپشین پشین که کی آرش و کیپشین پشین هر دو برادران کی کاووس هستند بدو گفت که این خود به کام من است آقای کاووس داره به سودابه میگه که به به بهتر از این بزرگی به فرجام و نام من است که سیاوش چنین کاری بکنه و تو باید این مادری رو در حق سیاوش بکنی خب میگه سیاوش به شبگیر شد نزد شاه صبح زود سیاوش رفت پیش شاه همی آفرین خواند بر تاج و گاه پدر با پسر راز گفتن گرفت ز مردم نهفتن گرفت همی گفت با کردگار جهان یکی آرزو دارم اندر نهان که ماند ز تو نام تو یادگار یعنی بچه دار بشی ز پشت تو آید یکی شهریار چنان کس تو من گشته ام تازه روی میگه همونجور که تو باعث شدی که من اینجوری دوباره جوان بشم سر پیری و تازه روی بشم تو دل برگوشایی به دیدار اوی تو هم همین به اصطلاح شانس رو در زندگی داشته باشی چون این آمد از اختر بخردان ز گفت ستار شمر موبدان که از پشت تو شهریاری بود که اندر جهان یادگاری بود گفت ستار شناسان به من گفتن که از پشت تو شهریاری است که و من دلم میخواد این اتفاق بیفته و تو در واقع زن از همین همین جا بگیری از همین حریم بگیری وگرنه حالا بری یه جای دیگه ازدواج کنی یه شهریاری به دنیا بیاد دیگه اون شهریار از ما فاصله میگیره کنون زین بزرگان یکی برگزین نگه کن پس پرده کیپشین گفت این دختر عموت رو دیدی به خان کیارش همان نیز هست یه دختر عمو دیگه هم داری اونم خوبه زهر سو را یو بپساف دست بپساف دست یعنی دست بزن اینجا یعنی تجسس کن در واقع کورانه گشتن میشه دست پسودن و در تاریکی جستجو کردن میشه دست بسودن و زهر سو بیارای و بپساف دست یعنی در این تاریکی ها جستجو کن بدو گفت من شاه را بنده ام و فرمان و رایش سرفکنده هر هران کس که او برگزیند رواست جهاندار بر بندگان پادشاست نباید که سودا و این بشنود دیگرگونه گوید بدین نگرفت گفت من فقط خواهش میکنم شما به سودابه هیچی نگی اگر بگین این ماجرا رو خرابش حالا خود سودابه اومده اینها رو پیشنهاد کرده ز گفت سیاوش بخندید شاه نه آگاه بود به در زیر کاه میگه شاه نمیدونست که چه فتنه ای اون زیر نهفته هست ببینید وقتی که کاه روی آب می نشینه معلوم نمیشه که اون زیر آبه خیلی وقتا این اتفاق میفته که آدم پاش میذاره روی توله کاهی و یک دفعه متوجه میشه او این آبه و پاش میره تو آب و معمولا گل و اینها و یه جایی فکر کنیم شعری هست مال خاقانی میگه من کاه زیر آبم و تو آب زیر کاه میگه به معشوقش میگه میگه من از بس گریه میکنم این صورت زرد من زیر عشقای من کاه زیر آبه و تو آب زیر کاهی و تو پر از ای و ظاهرسازی هستی و خودت رو یه جور دیگه نشون میدی و باطنت چیز دیگری و میگه که ز گفت سیاوش بخندید شاه نه آگاه بود زابه در زیر کاه گزینه تو باید بدو گفت زن یعنی بدو گفت یعنی شاه بدو گفت پس بدو گفت این جمله معترض است میگه گزیر گزینه تو باید زن اون بدو گفت اصلا هیچ کار است اینجا گزینه تو باید بدو گفت زن از او هیچ مندیش از او یعنی از ظاهرا زا... یعنی از سوداوه از او هیچ مندیشو از انجمن یعنی چه کارت به تو به سوداوه و چه کارت به دیگران حرفا به تو نیومده اصلا تو چیکار داری بیکارا تو باید زن انتخاب کنی بکن که گفتار او مهربانی بود یا حالا اون تازه چیزی هم بگه مهربونه به جان تو بر پاسبانی بود سیاوش ز گفتار او شاد شد نهانش از اندیشه آزاد شد و نهان رو به معنی زمیر و درون فردوسی یعنی به معنی نهاد در واقع فردوسی به کار میبره باز هم میبینیم به شاه جهانبر ستایش گرفت نوان پیش تختش نیایش گرفت نوان, نوان یعنی تعظیم کنن یعنی نماز برد و تعظیم کرد و خیلی خوشحال شد نهانی ز سوداوی چارگر همی بود پیچان و خستجگر به دانست کان نیز گفتار اوست همیزو بدرید بر تنج پوست اینجا بود که به ناب درایت و هوشی که سیاوش داشت فهمید که همه این کاسه ها زیر نیم کاسه خانم سودابه هست و و بدانست کان نیز گفتار اوست فهمید که اینها رو با این حرفایی که شاه زد و گفت اون مهربانی میخواد بکنه در حق تو فلان میخواد بکنه اینا و احساس بیم و خطر میکرد از سودابه بر این داستان نیست شب خب الان هفت سال از اقامت سیاوش در مقر شاه و در دستگاه سلطنتی گذشته یه منطقه ای هم به سیاوش پیشنهاد شده که سیاوش بره اونجا و کشورداری بکنه و حالا هنوز سیاوش نرفته اینا قبل از اینکه سیاوش بره میخوان تکلیف ازدواجش هم معلوم بکنن که مطمئن بشن که خب مرس ها هم میدادن به این ولی اهدا ولی اهدا معمولا اصولا میدونن توی دیوان سالاری ایرانی اینجوری بوده که اتفاقا ولیعت همیشه تو جای بوده که خطرناکترین مرزها قرار داشتن مهمترین به که اینها باید میرفتن و جنگ ها رو انجام میدادن آماده میشدن برای پادشاهی آینده مثلا غزنویان اگه شما نگاه کنید معمولا ولیعت تو هند بوده ولیعت مثلا تو لاهور بوده پادشاه تو غزنین بوده ولیعت تو لاهور بوده یا همیشه میرفت جنگ ها اغلب با هند بوده یا مثلا در دوره قاجار که شما نها کنید ولیعت توی آذربایجان بوده به که مهمترین حوادث اتفاقات ارتباط با غرب ارتباط با روسیه جنگ های روسیه اینها همیشه از اون آذربایجان بوده ولیعت همیشه اونجا بود و ولیعت همیشه یه جایی بوده که میخواسته سرنوشت آینده کشور از اون ناهی رقم بخوره تو میخواد پادشاه بعدی بشه دیگه بنابراین وقتی که یه ولیعت میخواستن بیه همچی جایی بفرستن این خیلی خطرناک بوده یعنی این خطر وجود داشته که مثلا فرض کنید شاهان غزنوی ولیعت رو بفرستن توی لاهور بعد هندیا اونجا باش ساخت و پاخت کنن ازدواج سیاسی اونجا برو بکنه با هندیا وصلت بکنه خب بعد دیگه دولت بعدی دیگه جنگی با هند نمیتونه بکنه اصلا جاسوسی ایجاد میشه اتفاقات بدی میفته بنابراین میخواستن محکم باشه با مرکز به قدر کافی رشته هاش محکم باشه بعدش بفرستنش بر این داستان نیست شب برگذشت سپهر از بر گوی تیره بگشت نشست از بر تخت, تخت سوداوه شاد زیاد و زیاقوت و زر افسری برنهاد همه دختران را بر خیش خواند بیارست و بر تخت زرین نشاند چون این گفت با هیربد ماهروی کزی در برو با سیاوش بگوی که, باید که رنجه کنی پای خیش هیربت اگر یادتون باشه هفته پیش صحبت کردیم راجبش کسی بود که در واقع مورد اعتماد شاه بود و بسیار رابط دستگاه پادشاهی بود با شبستان مردی بود که به شبستان راه داشت و امور شبستان به عهده اون بود که باید که رنجه کنی پای خیش نمایی مرا سر بالای خیش خرامان بیامد سیاوش برش بدیدان نشست و سر و افسرش به پیشش بوتان نوعاین به پای تو گفتی بهشت است گاه و سرای فرود آمد از تخت و شد پیش او به گوهر بیا راست روی و موی یعنی سودابه از تختی که روش نشست بود پیاده شد و حرکت کرد به طرف سیاوش در حالی که به گوهر بیا راست روی و موی سیاوخش بر تخت زرین نشست به پیشش به کش کرده سوداوه دست خب اینجا این عوض شد این این سلسله مراتب یعنی مادامی که سیاوش وارد شبستان نشده بود سوداوه مهمترین فرد بود اونجا عالی ترین مقام بود در نتیجه روی تخت نشسته بود و وقتی که سیاوش اومد بلند شد سیاوش نشست و سوداوه به کش کرده دست یعنی در حالت به حساب معدبی مثل حالت دست به سینه ای نشست بوتان را به شاه نعایی نمود که بودند چون گوهر ناب نابسود به دو گفت نابسود یعنی سوراخ نشده و گوهر نابسود یعنی دختران بکر به دو گفت بنگر بدین تخت و گاه پرستنده چندین به زرین کلاه همه نارسیده بوتان تراز که بسرشتشان ایزد از شرم و ناز خب تراز هم که میدونن اسم یه منطقه است که زیبارویانش معروف هستن در ترکستان و در واقع بندگانی که برده هایی که از این منطقه میوردن برده های گران قیمتی بودن که به زیبایی معروف بودن رودکی این صد بار شاید بخ... تو این جلسات خوندم این بیتای رودکی رو که میگه روی به مهراب نهادن چه سود دل به بخارا و بوتان تراز میگه من وقتی نماز میخونم روم به سمت مهرابه ولی دلم پیش خوشکلای ترازیه میگه روی به مهراب نهادن چه سود دل به بخارا و بوتان تراز ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز میگه همه نارسیده بوتان تراز که بس ایزد از شرم و ناز کسی کت خوش آید از ایشان بگوی نگه کن به بالا و دیدار اوی سیاوخش چشمندکی برگماشت از ایشان یکی چشم از او بر نداشت از ایشان یکی چشم از او بر نداشت اگر ما امروزه به اساس فهم امروز مو از زبان فارسی بخوایم فکر معنیش کنیم اینجوری فکر میکنیم که یعنی همه به او خیره شده بودن در صورتی که من فکر کاملا برعکسه از ایشان یکی چشم از او بر نداشت یعنی از به او نگاه نمیکرد همه سر به زیر بودن من اینجوری استنباط میکنم سیاوخش چشمندکی برگماشت از ایشان یکی چشم از او یعنی به سوی او بر نداشت همین آن بدین این بدان گفت ماه نیارن نیارد بدین شاه کردن نگاه همه با همدیگه پچ پچ میکردن سرشون پایین بود انگار داشتن با همدیگه حرف میزدن و میگفتن نمیشه به سیاوش نگاه کرد برفتند هر یک سوی تخت خیش ژکان و شمارنده بر بخت خیش ژکان یعنی به اصطلاح زیر لب غرغر کردن این حالتی که تو جنگ هم اتفاق میفته تو دعوا که خیلی اتفاق میفته تو قر خیلی اتفاق میفته آدم ها در حالی از هم جدا میشن که دارن زیر لب سخنان نامعلوم و خشمگنانه ای نسبت به همدیگه میگن به این عمل میگن جکیدن جکیدن یعنی همین زیر لب سخن نامعلوم گفتن جکان و شمارنده بر بختخی شمارنده یعنی فش دادن میگن شمارنده بر بخت خیش یعنی نسبت به بخت خودشون فهاشی میکردن ناسزا میگفتن یعنی به خودشون داشتن غرولند میکردن چو ایشان برفتند سوداوه گفت که چندین چه داری سخن در نهافت نگویی مرا تا نژاد تو چیست که بر چهره تو فر چهره پریست هران کس که از دور بیند تو را شود بیهوش و برگزیند تو را خب اینجا در واقع یه سخنی یه مقداری پرسش عجیبی میکنه ازش که یه مقداری بوی تحریکامیز بودن عاشقانه بودن ازش استشمام میشه چون خب او که میدونه نژاد سیاوش چیه دقیقا میدونی که نژاد سیاوش چیه و هم معلمش رو میشناسه هم پدرش رو میشناسه هم مادرش رو میشناسه میگه نگویی مرا تو نژاد تو چیز میگه تو به من نگفتی که معنیش اینه تو به من نگفته بودی که از جنس فرشتگانی تو به من نگفته بودی که آدمی زاد نیستی جادوگری تو به من نگفته بودی که مثلا ملکی نمیدونم آسمانی هستی همچی بنابراین یه مقداری سخن سخن تحریکامیزیه که بر چهره تو فر چهره پریست تو آدم نیستی تو یه موجود آسمانی انگار هران کس که از دور بیند تو را شود بیهوش و برگزیند تو را از این خوب رویان به چشم خرد نگه کن که با تو که اندر خورد سیابوش فرو ماند و پاسخ نداد چون این آمدش بر دل پاک یاد که گر بر دل پاک شیون کنم بهایت به که از دشمنان زن کنم شنیدستم از نام مهتران همه داستان های که از پیش با شاه ایران چه کرد ز گردان ایران برآورد گرد میگه که اینجا احساس کرد سیاوش این این تمایل سودابه رو به سمت او و از روی همین نحوه سخن گفتن سودابه و گفت که من اگر به حال خودم و به دل خودم گریه بکنم دختر دشمن رو نمیگیرم و آخرشم البته رفت و گرفت ولی میگه که دختر دشمن رو نمیگیرم و پادشاه هاماوران دوست ما نبود هاماورانی ها زندان کرده بودند پدر ما رو رستم رفته بود اینا رو نجات داده بود و هی داشت در دل خودش میگفت که به سمت سودابه مرو به سمت سودابه نرو که گر بر دل پاک شیون کنم به هایت که از دشمنان زن کنم شنیدستم از نام ورمهتران همه ها یا ماوران که از پیش با شاه ایران چه کرد ز گردان ایران برآورد گرد پر از بند سودا و گرد دخت اوست نخواهد همین دود را مغز و پوست میگه این سودا هم آخرش برای ما ارزشی قائل نیست و برای ما اون به اصطلاح لویالتی و اون وفاداری رو نسبت به ما نداره سیاوش به پاسخ چون نکشاد لب پری چهره برداشت از رخ قصب بدو گفت خورشید با ماه نو گریدون که بیند بر گاه نو نباشد شگفتر شود ماه خار تو خورشید داری خودن در کنا خب سوداوه جواب سیاوش جوابی نداد نگفت کدوم یکی از اون دخترها رو میخوام کدومی یکی از اون دخترا خوب بودن هیچی نگفت این پاسخ ندادن سیاوش و اینکه در افکار خودش بود و احساس میکرد که سودابه داره با او بازی میکنه یه فرصتی داد به سودابه که از در دیگری در بیاد قصبش رو کنار زد یعنی اون پارچه ابریشمی که داشت کنار زد یه مقداری به اصطلاح خودمونی تر شد سیاوش به پاسخ چونک اکشاد لب پریچهره برداشت از رخ قصب به دو گفت خورشید با ماه نو گریدون بیند بر گاه نو گفت که اگر خورشید و ماه به اصطلاح خورشید و ماه رو در کنار هم عرضه کنند خب کسی دیگه به ماه نگاه نمیکنه شما فکر کنید اگر خورشید رو با یه سری ماه بیان عرضه کنن حالا اصلا 100 تا ماه 1000 تا ماه کسی دیگه به اون ماه ها نگاه نمیکنه اصلا ماه ها دیده نمیشن به خاطر که خورشید همه اون ماه ها رو در پرتو خودش گم میکنه و این چه در واقع سودابه خودش رو خورشید میدید و اون دخترها رو ماه میدید ناکنه میگه که بدو گفت خورشید با ماه نو گریدون که بیند بر گاه نو نباشد شگفتر شود ماه خار تو خورشید داری خودن در کنار کسی کوچ و من دید بر تخت آج زیاقوت و پیروزه بر سرش تاج نباشد شگفتر به مه ننگرد کسی را به خوبی به کس نشمرد اگر با من اکنون تو پیمان کنی نپیچی و اندیشه آسان کنی یکی دختری نارسیده به جای کنم چون پرستار پیشد به پای به سوگند پیمان کن اکنون یکی ز گفتار من سر مپیچ اندکی چو بیرون شود زین جهان شهریار تو خواهی بودن زو مرا یادگار خب نقشه یه در واقع سودابه این بود که یه دختر بچه ای رو نامزد کنه برای سیاوش که سیاوش به پای او صبر کنه و در این فاصله که به پای او صبر میکنه خودش با سیا... با سیاوش درامیزه و منتظر مرگ که کابوس بود چون میگه دیر یا زود میمیره و تو پادشاه میشی اون وقت من ملکه تو میشم چو بیرون شود زین جهان شهریار تو خواهی بودن زو مرا یادگار نمانی که آید به من بر گزند بداری مرا همچنو ارجمند همونجوری که شاه من رو ارجمند کرد و هیچ وقت من رو خار نکرد و همیشه قدر من دونست تو هم قدر من رو خواهی دونست من اینک به پیش تو استادم تن و جان روشن تو را دادم ز من هر چه خواهی همه کام تو برآید نپیچم سر از دام تو سرش تنگ بگرفت و یک بوس چاک یا یک بوس چاک بداد و نبود آگه از شرم و باک خب چاک اینجا اشاره به صدای بوسه هست و ام به اصطلاح توی انگلیسی هم به نظرم صدای بوسه رو به صورت ماو میگن یعنی شبیه چیزی شب شبیه صدای گربه تو فارسی چاک میگن یعنی چاک وقتی میگن یعنی همون صدای بوسه و البته چاک رو در مورد شمشیر هم به صورت چکا چاک میگن مثلا میگن چکا چاک شمشیر این توی ادبیات آمیانه این این صوت تبدیل شده به به اصطلاح چرنک و جرنگو مثلا میگن جرینگی ترونی ها میگن جرینگی خرج کرد جرینگی خرج کرد اشاره به همین صدای سکه هست سد مثلا صدای پول پولای که به هم دیگه میخورن هر همینجوری همه پولا رو جرینگی خرج کرد سرش تنگ بگرفت و یک بوس چاک بداد و نبود آگه از شرم و باک رخان سیاوش و گل شد ز شرم بیا راست مشگان به خونا و گرم چون این گفت با دل که از راه دیو مرا دور داراد گیهان قدیف خب پناه برد اینجا به خدا نه من با پدر بی وفایی کنم نه با اهر من آشنایی کنم وگر سرد گویم بدین شوخ چشم بجوشد دلش گرم گردد ز خشم یکی جادویی سازدن در نهان به دو بگرود شهریار جهان و افسوس که پدر من مسخور سودابه است و حالا اگر من اینجا با سودابه تندی بکنم یا رفتار سردی با او بکنم نهایتا این تاثیر داره روی شهریار و من از چشم پدرم میندازه همان به که با او به آوای نرم سخن گویم و دارمش چرب و گرم سیاوخش از آن پس به سوداوه گفت که اندر جهان خود تو را نیست جفت گفت تو همتا نداری به سوداوه گفت تو مثل نداری مانند نداری نمانی مگر نیمه ماه را نشایی کسی را جز از شاه را کنون دخترت بس که باشد مرا نباید جزو او کس که باشد مرا بر این باش و با شاه ایران بگوی نگه کن که پاسخ چه یابی از او که همون دخترت که گفتی که طفل و فلان و اینها همون دیگه بقیه داستان رو من موافق نیستم نخواهم من او را به پیمان کنم خب این بچه بود دیگه میگه که من اون رو الان مطالبه نمی کنم اون بچه رو صبر می کنم که بزرگ بشه زبان بیش با تو گروگان کنم یعنی سوگن میخورم و به اصلاح همون چیزی که تو انگلیسی ما الان دیدن میگیم you have my word این زبان رو گروگان کردن یعنی سوگند رو در میان گذاشتن و نخواهم من او نخوا را به پیمان کنم زبان بیش با تو گروگان کنم که تا او نگردد به بالای من نیاید به دیگر کسی رای من و دیگر که پرسیدی از چهر من بیامخت جان تو با مهر من مرا آفریننده از فرخیش به پرورد بنشاند در پرخیش هم اینجا داره در واقع یک رازی رو برای برای سودا و فاش میکنه که البته یه راز خیلی به دور از دست یافتنی هم نیست این که سیاوش فر داره احتمالا میشد حدس بزنی چون شهریار هم میگه که ستاره شماران گفتن که پس از تو شهریاری به وجود خواهد اومد پس این فرد داره و داره میگه که من در واقع خدایی هستم من آسمانی هستم من فر دارم نبا کنه و دیگر که پرسیدی از چهر من میگه اشاره کردی به زیبایی من بیا جان تو با مهر من اینکه تو عاشق من شدی میگه چیز عجیبی نیست خب من فر دارم اینجوریه مرا آفریننده از فرخیش به پرورد و بنشان در پرخیش من در سایه فر آسمانی هم. تو این راز مکشا و با کس مگوی مرا جز نهفتن سخن نیست روی خب حالا چی رو داره میگه پنهان کن میتونیم بگیم که سیاوش خیلی ساده داره میگه که تو این مسئله که حالا آمدی به من گفتی و این ماجراها رو به من تعریف کردی گفتی بیا این کار کنیم و بیا با من ازدواج کن و من رو به زنی بردار و من میشم همسر تو در آینده و اینها میگه اینها رازیه که فقط بذار بین خودمون بمونه منم به کسی نمیگم این حرفا رو که الان زدی به کسی نکن یا اینکه این, این راز این که تو میدونی من فر دارم و هرکس من رو ببینه عاشق من میشه و خودت عاشق من شدی و این فری که حالا من اعتراف کردم این راضی هست که نباد بگی هر دوتای اینها رو میتونیم میتونیم ببینیم تو این حرف میگه تو این راز مک و با کس مگوی یعنی این اتفاقاتی که بینمون افتاد یا اینکه من فری دارم مرا جز نهفتن سخن نیست روی منم که چاره جز پنهان کردن این حرفا ندارم سر بانوانی و هم مهتری من ایدون گمانم که تو مادری و من فکر میکنم که تو مادر منی خب ببینم پس بنابراین حد تو همین همین تیکه یعنی اونجا میبینیم که ازدواج با خواهر داره دیده میشه ولی اینجا میبینیم که ازدواج با مادر داره دیده نمیشه یعنی میگه من فکر میکنم تو مادر منی یعنی فکر میکنم که تو غیر قابل ازدواج کردنی با من به یه تعبیری داره این حرف رو میزنه بنابراین هر دوتاش اینجور اون دفاعی که اون به اصطلاح دستور هندی کرده از از مقوله خویدوده و اون بحث ازدواج با مهارم همیشه گفته میگه که این مسائل جوری است که ما میتونیم برعکسش هم در واقع از توش بکشیم بیرون انگار قطعیتی وجود نداره انگار تو گزارش های شکلی هست که همیشه ما عکسش هم میتونیم ببینیم حالا اینجا می‌بینم میتونیم واقعا ببینیم یعنی میگه سر بانوانی یا هم مهتری من ایدون گمارم که تو مادری یعنی فکر میکنم تو مادر منی و دیگه مسئله انگار متفیز یعنی انگار ازدواج با مادر معنی نداره دیگه چو کی در شبستان رسید نگه کرد سوداوه او را بدید برای شاه شد زان سخن مجده داد زکار سیاوش بسی کرد یاد که آمد نگه کرد ایوان همه بوتان سیاه چشم کردم رمه من دخترار جمع کردم چنان بود ایوان ز خوب چهر که گفتی همی بارد از ماه مهر گفت انگار که از ماه داشت محبت میبارید یا از ماه داشت خورشید میبارید این خورشید میبارید بهتره چون اون قبلش هم این رو به اصطلاح خودش رو خورشیدی در مقابل ماها چیز کرده بود تشبیه کرده بود میگه که گفتی همی بارد از ماه مهر انگار که داشت خورشید از آسمان میبارید جز از دختر من پسندش نبود ز خوبان کسی ارجمندش نبود چونان شاد شد زان سخن شهریار که ماه آمدش گفتیان در کنار در گنج بکشاد و چندی گهر چه دیبای زربفت و زرین کمر همان یاره و تاج و انگشتری همان تخت و هم توق گنداوری گنداوری یعنی پهلوانی یاره یعنی دستبند و در گنج بکشاد و شروع کرد به این گنج ها رو بست کردن ما قبلا اگر خیلی قبل وقتی که تو جلسات شاهنامه یه بار از نسبت بین ماه و شاه سخن گفتیم اگر یادتون باشه تو جلسات که همیشه این دوتا با هم میان حالا یکیش مسئله قافیه هست ولی خب ما با گاه هم رو داریم که مثلا میتونه قافیه قرار بگیره و خیلی هم مناسب هست گاه و شاه قافیه های آسونی هست و گفتیم که ماه خیلی با شاه میاد و در نسبتی که ماه با شاه داره یادم هست که این بحث رو کردیم اتفاقا آی دکتر فرنگ رجایی هم اون شب توی جلسه ما بودن و آی دکتر رجایی هم یه نکته گفتن که حالا شاید حرف منم تکرار و فرماشیشون باشه یادم نیست دقیقا جزیاتش میشه گشت رو پیدا کرد چون خوشبختانه ضبط شده و بحث بر سر این بود که وقتی که ماه در آسمانه ماه میدونه توی حالت حد اقلی ظاهر میشه و بعد بزرگتر و بزرگ حتی در حالت محاق انگار و بعد در حالت حد اقلیه. و بعد هی بزرگ و بزرگ و بزرگ و, بزرگ و بزرگتر میشه کاملتر میشه به صورت بدر کامل در میاد و بعد میره تو حزیز و همینجور کم میشه کم میشه و بعد میره تو محاق کامل و یه سلسله ای انگار تموم میشه یه شاهی تموم شه. یعنی شاهی خیلی شبیه ماهیه در واقع ماه انگار ما اول همیشه دنبال یه شاه میگردیم مثلا مثل فریدون که معلوم نیست کجاست مثل سیاوش که معلوم نیست کجاست و مثل خیلی های دیگه در تاریخمون که حالا یه شاهی پیدا کنیم تو این وضعیت وضعیت اسفناک و بعد حالا این شاه پیدا میشه و بعد روز به روز بر تخت می نشینه و, و بزرگ و بزرگ و بزرگتر بزرگ کامل میشه وقتی کامل شد اون وقت غرور میگیره که بعد خدایی میکنه و بعد احساس و بزرگی میکنه بعد وقت شروع میکنه به تحلیل رفتن و بعد تبدیل میشه به به هلال و در ناپدید میشه انگار این سیر باعث شده که خیلی ماه و شاه شبیه هم دیده بشن و به خاطر همین این نسبت رو حالا تو ترکیبات وقتی میاد یه مقداری معنی کردنش سخت میشه مثلا همینجا نها کنین میگه که آره وقتمونم تمومه بذارن چونان شاد شد زان سخون شهریار که ماه آمدش گفتی در کنار و یعنی چی؟ که ماه آمدش گفتی در کنار یعنی انگار که ماه اومد کنارش میگه ماه کنار کسی میره آیا منظورش از ماه مثلا دلبره خب این که دلبرش آلردی کنارش بود سودابه داشت این حرفا رو باش میزد اصلا چیزی نه یعنی این این که در واقع این که او شبیه به ماه شد این که انگار در در چیز او در تخت او ماه ظهور کرد ماه حاضر شد این برمیگرده به او نگاه بین شباهت ماه و شاه بیشتر از این که برگرده به این که حالا ما دنبال یه استعاره ای بگردیم برای ماه مثلا فرض کنیم که ماه اینجا استعاره از دلبره ماه اینجا استعاره از زیبارویه نه بیشتر برمیگرده به اون استوره نگاه اسطوره و, و تمثیلی شباهت شاه و ماه خب بقیهش رو بذاریم بعد از چیز بخونیم بعد از بریکمون بخونیم